السلام علیکم خوانندگان عزیز، درس ما زبان تاجیکی است. علاقه شمایان کتاب و دفتر در پیش، انتظار گوش کردنی درس هستید. آفرین، بسیار خوب، این طور باشد درس را سر کردیم. موضوع امروزی ما باشد جمله های ساده یک ترکیبه و دو ترکیبه. پیش از همه با مقصد درس امروزه شناس شویم. مقصد یکم ما جمله ساده را از روی ساخت معین میکنیم. دویم، فرق جمله های یک ترکیبه را از دو ترکیبه با مثال ها دیده میبراییم. سیم، با نوع های جمله ساده یک ترکیبه شناس میشویم. چهارم، سر اعضا و اعضاهای پیرو را از هم فرق میکنیم. و در آخر باشد در روحیه ای کتاب دوستی تربیه میابیم. این است مقصد درس امروزی ما خوانندگان عزیز. شعار درس باشد بنی آدم از علم یابد کمال، نه از حشمت و جاه و منال. مؤلف این بیت سعدی شیرازی. خوانندگان عزیز، اگر دقت کنید سعدی بزرگوار میگوید که کمال انسانی، صاحب علم و فضل بودن، آبروی انسانی، این همه از علم است، نه از حشمت و نه از منصب و نه از بایگری، بلکه از علم است. برای همین دایما علم آموزیم. البته سرچشمه علم به همین ما معلوم است که خوانندگان عزیز این کتاب. در این باره عبدالرحمن جامی چنین می‌فرماید: خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. برای همین خوانندگان دایما وقت خود را با خواندن کتاب گذرانیم. اناکنون خوانندگان عزیز، پیش از آن که درس را آغاز کنیم با یک چند مثال ها شناس شویم. مشق یک در صحیفه 121 کتابمان. با دقت نگاه کنید، جمله های هر دو ستون را خوانده مبتدا و خبر جمله های ستون یکم را معین کنید. در جمله های ستون دویم کدام سر اعضاها هستند؟ خوانندگان عزیز، یعنی ما هر دو ستون را می خوانیم و جمله های ستون یکم را که هم مبتدا هم خبر دارند معین می کنیم. کنی با دقت نگاه کنید. من کتاب خواندم. چیکار کردم؟ خواندم. خبر کی؟ من مبتدا. یعنی این جمله ما هم خبر و هم مبتدا دارد. جمله دویم، شما پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه داخل می شوید. چیکار میکنید؟ داخل می شوید. کی؟ شما. یعنی این جمله ما هم خبر و هم مبتدا دارد. سیوم، سلام کتاب را آورد و برای نمایش برف گذاشت. چیکار کرد؟ گذاشت. کی؟ سلام. گذاشت خبر، سلام مبتدا. سلام خوانندگان در اینجا نام شخص است. چهارم، رقص شرافت همه را متاثر کرد. یعنی چیکار کرد؟ متاثر کرد. خبر، متاثر کرد. رقص شرافت. اناکنون با مثال های ستونی دویم شناس می شویم. می بینیم که در اینجا کدام سر اعضا وجود ندارد. مثال یکم، کتاب خواندم. چیکار کردم؟ خواندم. کنی خوانندگان گویید چی این کدام سر اعضا؟ آفرین، یعنی این خبر است. چیکار کردم؟ خواندم. خبر کی؟ بینید در اینجا مبتدا وجود ندارد. دویم، پس از ختم مکتب میانه و دانشگاه داخل می شوید. این البته چه از خوانندگان؟ خبر. این جمله ما هم مبتدا ندارد. سیم، کتاب را می خوانند، برای نمایش نمی گذارند. چی کار می کنند؟ می خوانند. کیها؟ یعنی در اینجا مبتدا وجود ندارد. نمی گذارند. چی کار نمی کنند؟ نمی گذارند. در اینجا هم مبتدا وجود ندارد. آخران جمله ها ما
همه را متاثر کرد. چی کار کرد؟ متاثر کرد. این هم خبر است. اناکنون خوانندگان عزیز اعتبار داده باشید، جمله های ستون یکم دو ترکیبه. برای چی؟ برای آنکه در آنها هم خبر و هم مبتدا وجود دارد. جمله های ستون دویم باشد خوانندگان عزیز، جمله های یک ترکیبه، چونکه یکی از سرآزاها اشتراک کرده استاده است. اناکنون خوانندگان عزیز به بیان موضوع نو آغاز میکنیم. جمله ساده یک ترکیبه و دو ترکیبه. من از مثال های بالا علکه ما فهمیده گرفتیم که چه خیل جمله ها را جمله ساده یک ترکیبه و چه خیل جمله ها را جمله ساده دو ترکیبه می نامیده اند. جمله های ساده وابسته با اساس گراماتیکی خود دو ترکیبه و یک ترکیبه می شوند. جمله های ساده دو ترکیبه باید دارای هر دو سر اعضا مبتدا و خبر باشند، چونکه آنها برای فهمیدن مضمون جمله نهایت ضرورند. یعنی خوانندگان عزیز، چه خیلی که از مثال های بالا دیدیم، جمله های ساده دو ترکیبه باید هر دو سر اعضا داشته باشند، یعنی هم مبتدا و هم خبر داشته باشند، چونکه برای فهمیدن مضمون جمله آنها نهایت ضرور بودند. اناکنون با دقت گوش کنید دوامش را. جمله ساده یک ترکیبه فقط دارای یک سر اعضا بوده به دیگری نیاز ندارد، زیرا به آن هم معنای جمله فهمیده می شود. یعنی خوانندگان عزیز، اگر فهمیده باشید، جمله های ساده یک ترکیبه فقط دارای یک سر اعضا بودند، چونکه به دویم آنها احتیاج نیاز ندارند، به آنها هم معنای جمله چی پر را فهمیده می شود. خوب، به فکرم این برای شما فهمو شد. خیل های جمله ساده یک ترکیبه از جهت ساخت. اناکنون خوانندگان عزیز، خیل های جمله ساده یک ترکیبه را از روی ساخت دیده می برایم. جمله های ساده یک ترکیبه از جهت ساخت خوانندگان عزیز پنج خیل می شدند. یکم، معین شخص. دویم، نامعین شخص. سیوم، عموم شخص. چهارم، به شخص. پنجم، عنوانی. اناکنون خوانندگان عزیز، جمله های معین شخص، نامعین شخص، عموم شخص، به شخص به گروه جمله های ساده یک ترکیبه که سر اعضایشان خبر است داخل می شوند. یعنی ساده تر فهمانم، این جمله ها، یعنی جمله های معین شخص، نامعین شخص، عموم شخص، به شخص تنها خبر دارند، یعنی آنها مبتدا ندارند. اناکنون جمله عنوانی باشد، به گروه جمله ساده یک ترکیبه که سر اعضایش مبتدا است داخل می شود. یعنی عادی تر گوییم، این جمله ها خبر ندارند. فهمو شد می خوانندگان؟ فهمو شده باشد. بسیار خوب، درس را باز دوام می دهیم. اناکنون خوانندگان عزیز، جمله های ساده معین شخص و نامعین شخص را یک یک دیده می برایم. جمله معین شخص چیست؟ یعنی چگونه جمله را معین شخص می گویند؟ کنی تیار باشید، من فهمانم. جمله یک ترکیبه که اجرا کنندی عمل، یعنی مبتدا، از خبری آن معین می گردد، معین شخص نام دارد. یعنی خوانندگان عزیز، از نامش هم معلوم است که جمله معین شخص چه است؟ اجرا کنندی عمل، یعنی مبتدا، در آن معین است. خبر این جمله ها در شخص یکم و دویم افاده می گردند که از بنده که فعل آنها را معین کردن ممکن است. مثال، از لب بام به دیه نگریستم. من خبر را نگرید، نگریستم در شخص یکم شماری تنها آمده است. بنده که فعل ام نگریستم، یعنی کی اجرا کنندی عمل؟ کی اجرا کنندی عمل؟ شخص یکمی تنها من می باشد. باز یک بار دیگه می فهمونم، با دقت گوش کنید. از لبی بام به دیه نگریستم. در اینجا خبر جمله در شخص یکمی تنها آمده است، نگریستم. یعنی از همین بنده که فعلی ام هم معلوم است که اجرا کنندی عمل من، نگریستم. کی؟ من. مثال دویم، امروز به کجا رفتی؟ اجرا کنندی عمل یعنی مبتدا، از خبر
و از بنده که فعلی معلوم است که تو امروز به کجا رفتی، یعنی اجرا کننده عمل شخصی دویوم تنها. فهمه شد میخوانندگان؟ باز یک بار دیگر از کتاب پرتر مکملتر میخونید و میفهمید گفتگی، امید دارم. اناکنون چگونه جمله ها را نامعین شخص میگن؟ از نامش معلوم، یعنی در آن در این جمله ها شخص یعنی اجرا کننده عمل مبتدا نامعین بوده است. گوش کنید، جمله یک ترکیبه ای که اجرا کننده عمل معین نیست نامعین شخص نام دارد. خبر این جمله ها تنها با شماره جمع یعنی شخص سیوم افاده می یابد. یعنی خوانندگان عزیز، با مثال بینیم نه کوچه های شهر را آرا داده اند، یعنی خبر این جمله ها با شخص سیوم شماره جمع می آمد است. دائما بنده که فعلیش باشد اند، معنی بنده که فعلیش را در خاطر دارد، البته این جمله ها را شناخته می گیرید. کوچه های شهر را آرا داده اند، یعنی گویندی همین فکر، گویندی همین نقل کننده همین حادثه و واقعه ها گواهی همان حادثه نیست خودش، برای همین نامعین شخص میگویند. یعنی کوچه های شهر را آرا داده اند، او دید آرا دادگی، لیکن کیها آرا دادن او نمیداند، برای همین این جمله چی است؟ جمله نامعین شخص. اگر فهما شده باشد خوانندگان عزیز، خودمان را یک میسنجیم، یعنی ما اکنون از متن جمله های معین شخص و نامعین شخص را شناخته میتوانیم یا نه، یعنی با این مثال ها شناس می شویم. صفحه 127 کتاب، ما امروز هشتود بازی کردیم، یعنی سوال می مانیم چیکار کردیم؟ هشتود بازی کردیم کی ما، یعنی این جمله جمله دو ترکیبه، این جمله یعنی به ما دخل ندارد. دوام می دهیم، از رفیقانمون یک نفرش را دارنده تعیین کردیم. یعنی این جمله چه خیلی جمله است خوانندگان؟ یک فکر کنید، جمله معین شخص است یا نامعین شخص؟ البته از خبرش معلوم، یعنی آفرین، این جمله جمله معین شخص است، چونکه خبری آن در شخصی یکمی شماره جمع یعنی اجرا کننده عمل مبتدا ما است. لیکن ما در اینجا نوشته نمیشد، یعنی مبتدا نوشته نمیشد، فقط در خاطر داشته میشود. دوام میدهیم، ما از وی میگریختیم، این هم جمله چی است؟ دو ترکیبه. وی از پسی ما میدوید، این هم جمله چی است خوانندگان؟ دو ترکیبه. هر کسی که به دست افتاد وی دارنده میشد، دارنده اول با همراهی دیگران باز میدوید. بازی همین خل دوام میکرد. اگر اعتبار داده باشید، همه این جمله های آخر جمله های چی هستند؟ دو ترکیبه. ما باشد جمله های چرا جستجو داریم؟ جمله های یک ترکیبه معین شخص را. آفرین. دوام میدهیم، قسمی اساسی تیر این کمان را از چوب دوک یا زرنگ و یا از چوب خدنگ می ساختند و در نوگ این چوب به درازی چار انگشت پولاد سرتیز را می گذرانیدند. کنی خوانندگان، این چه خیلی جمله است؟ چیکار می کردند؟ می گذرانیدند کیها؟ یعنی معلوم نه. آفرین، علاقه شما فهمیدید که این جمله ها جمله های ساده یک ترکیبه ای نامعین شخص. در دنباله آن چوب، در دنباله آن چوب سه دانه شاهبری عقاب میشینانیدند. این هم جمله چی است خوانندگان؟ من از بندکش، از خبرش معلوم است که جمله ساده یک ترکیبه ای نامعین شخص. آفرین. الان این مشق را اجرا کردیم، البته با حسن خط زیبا با دفترتان نوشته میگیرید. فهمیده باشید؟ اکنون جمله های عمومی شخص و به شخص را دیده میبرایم با طریق مقایسه. چگونه جمله ها را جمله عمومی شخص مینامند؟ یعنی جمله عمومی شخص چیست؟ جمله یک ترکیبه ای که
عمل آن به طور عمومی افاده یافته است، عمومی شخص نام دارد. بار دیگر تکرار می کنم خوانندگان، با دقت باشید. جمله یک ترکیبه که عمل آن به طور عمومی افاده یافته است، عمومی شخص نام دارد. مثال: آهن را در گرمیش می کوبند. یعنی عمل جمله می کوبند. عمل جمله به طریق عمومی بیان شده است، یعنی به همه دخل دارد. به تازگی رعایه نمایید. این هم جمله عمومی شخص، چونکه عمل جمله با طریق عمومی افاده یافته است. کسی گفتن نمی تواند که به تازگی رعایه نمایید، این به شما دخل دارد و به من نه. آفرین، این فهما شد. اناکنون جمله به شخص از نامش معلوم. جمله یک ترکیبه که مبتدا نداشته، آن را از مضمون جمله هم فهمیدن ممکن نیست. جمله چی می نماند؟ به شخص. آفرین، یعنی جمله یک ترکیبه که مبتدا نداشته، آن را از مضمون جمله هم فهمیدن ممکن نیست. اناکنون خوانندگان عزیز، خبر این جمله ها با دو شکل افاده می افتد. یعنی با مثال ها بینیم، از گذشته باید عبرت گرفت. یعنی خبر با فعل زمان گذشته و کلمه باید می آمد است. از گذشته باید عبرت گرفت. این کتاب را باید خواند. بینید منه، گرفت، خواند، اساس زمان گذشته با کلمه باید یک جای آمده استاده است. دویم راهش با مصدر و کلمه های لازم در کار. با مصدر این کتاب را خواندن در کار. خواندن مصدر در با کلمه در کار می آید. انمینتر این خبری جمله ها با دو شکل افاده می یافته اند. فهما شده باشد خوانندگان عزیز، دوام می دهیم. اناکنون خودمان را می سنجیم. جمله های هر دو ستون را نویسید و معین کنید که کدام از آنها عمومی شخص و کدام به شخص. یعنی در دو ستون چارتاگی جمله آمده است. ما حالا این جمله ها را می خونیم و معین می کنیم که کدامشان عمومی شخص و کدامشان به شخصان. کنی سر کردیم. ستون یکم، جمله یکم: با آدم ترسانچک به شکار نرو. البته این چی از خوانندگان؟ آفرین، ضرب المثل. با آدم ترسانچک به شکار نرو. چه خیلی نوعی جمله است؟ عمومی شخص یا به شخص؟ آفرین، این عمومی شخص است. آدمان را از خود مرنجان. عملی این جمله هم با طریقی عمومی افاده شده است. از این سبب این جمله ها را هم چی میگویم؟ جمله عمومی شخص. از پسی اسبی ناسنجیده نگذر. عملی این جمله هم خوانندگان با طوری چی است؟ عمومی افاده شده است. آفرین، این هم جمله عمومی شخص. نیکی کنو در آب انداز. بینید چقدر ضرب المثل مقاله های پرمضمون. نیکی کنو در آب انداز، یعنی به یک کس نیکی کن، از خاطرت فراموش کن، منت نکن، انمی معنا را می دهد. آفرین، این جمله هم جمله چی است؟ عمومی شخص. اناکنون به ستون دویم نگاه کنید. از پسی کارهای بیهوده نباید گشت. بینید در اینجا معین کردن مبتدا غیر امکان است. یعنی این جمله ها چی هستند؟ جمله های به شخص. عمر عزیز را رایگان نباید صرف کرد. یعنی عمر عزیز خود را بیهوده نباید صرف کرد. این هم جمله چی بوده است؟ به شخص. نقشه کار فردا را امروز باید کشید. این هم خوانندگان عزیز جمله چی؟ به شخص. اگر به خبرش اعتبار دهید، اساس زمان گذشته با کلمه چی آمد؟ باید. وفاداری زیماهی باید آمخت. وفاداری زیماهی باید آمخت. انا خوانندگان عزیز، این جمله هم در زمره جمله های چی هستند؟ به شخص هستند. خیال میکنم که پره فهما شد.
جمله عنوانی. کنی خوانندگان عزیز، جمله عنوانی چیست؟ با این سوال جواب می جوییم. جمله یک ترکیبه که عمل را افاده نکرده فقط نام پردمید یا حادثه را در بر می گیرد جمله عنوانی نام دارد. با دقت باشید، یک بار دیگه تکرار میکنم. جمله یک ترکیبه که عمل را افاده نکرده فقط نام پردمید یا حادثه را در بر می گیرد جمله عنوانی نام دارد. مثال: تیر ماه همه به حاصل قنداری تیاری میبینند. در این جمله تیر ماه جمله عنوانی است، چون که عمل را افاده نکرد، فقط نام پردمید یا چرا حادثه را چی میکند نام بر میکند. تیر ماه همه به حاصل قنداری تیاری میبینند. چه خیلی که در اولی درس گفتیم یک کلمه هم جمله شده میتواند. در اینجا تیر ماه جمله است، جمله عنوانی. دوام میدهیم. شب تاریک زمستان امکانیتی پیش پای را دیدن نبود. در اینجا باشد خوانندگان عزیز، عباره یعنی شب تاریک زمستان همچون جمله عنوانی آمده است. امکانیتی پیش پای را دیدن نبود. انا خوانندگان عزیز، با جمله عنوانی هم شناس شدیم. موضوع امروزه را مستحکم کنیم با یاری مشق 6 صفحه 134 و 135 کتابمان. به جای نقطه ها جمله های عنوانی موافق گذاشته پارچه ها را نویسید. با دقت نگاه کنید. در پایان همین مشق در درون قوس یک چند جمله های عنوانی نشان داده شده است. شمایان یک تا جمله های موافق را به جای نقطه ها گذاشته میمانید. کنی یک جایه یک کلمش را اجرا کنیم. میدانی نچندان کلان ولی چون کفی دست هموار، در اطراف امارت های بزرگی ایوان هایشان پر از نقش و نگار. کنی خوانندگان عزیز، کدام از جمله های عنوانی را میگذاریم؟ کنی یک کلمش را گذاشته بینیم. یکی از خانه های قصر سلطانی، میدانی نچندان کلان. نه، این موافقت نمی کند، برای آنکه میدان در درونی خانه وجود ندارد. کدامش رو میمانیم؟ فکر کنید. کنی درون قصر را گذاشته بینیم. درون قصر میدانی نچندان کلان ولی چون کفی دست هموار، موافقت کرده خوانندگان؟ آفرین. در اطراف امارت های بزرگ ایوان هایشان پر از نقش و نگار. کنی جمله دویم. در دیوارهای خانه یراق و اسلحه های گوناگون، شاف و شمشیرها، نیزه ها، سپرهای خورشید تمغه آویخته شده اند. کدامش را میگذاریم؟ آفرین. یکمش را گذاریم، موافقت میکند. یکی از خانه های قصر سلطانی، در دیوارهای خانه یراق و اسلحه های گوناگون، شاف و شمشیرها، نیزه ها، سپرهای خورشید تمغه آویخته شده اند. آفرین خوانندگان، اگر فهما شده باشد دوام مشق را مستقلانه کار میکنید و به دفترتان مینویسید. اکنون خوانندگان عزیز، سپارشی وظیفه خانگی. به هر یک نوع جمله ساده یک ترکیبه دو تایی مثال مینویسید. یعنی جمله های ساده یک ترکیبه 5 خل میشود. بعد این دو تایی مثال نویسیم، همگی 10 می شود. و باوری دارم که البته شما این وظیفه را با پررگی اجرا می کنید. با همین خوانندگان عزیز، درس امروزی ما به آخر رسید. تا درس های آینده صحت و سلامت باشید.